بحثی که این روزها توی لینکدین داغ شده گرفتن نشان تاپ وویس هست حالا چجوری این کار بکنیم تو این ویدیو من بهتون میگم روش گرفتن تاپ ویس توی لینکدین چجوریه پس با من همراه باشید لایک like, درود دستان من زهرا امینی هستم و توی این ویدیو میخوام در مورد گرفتن تاپ ویس داخل لینکدین صحبت کنم همونجوری که میدونید این بحث خیلی داغ شده این روزها داخل لینکدین میخوایم ببینیم چه فایده داره چه اتفاق برامون میفته وقتی تاپ ویس رو میگیریم و از همه مهمتر چجوری این تاپ ویس ها رو بگیریم خب همونجوری که دارید میبینید اینجا اون پروفایل لینکدین من هست که یک حالا نشانی بهش اضافه شده تحت عنوان تاپ Artificial اینتلیجنس ای آی وایس یعنی اون تاپ وایس ای آی رو من گرفتم اگه من روش کلیک کنم چون من چند تا تاپ وایس رو گرفتم لیستی از تاپ وایس های من نمایش داده میشه همینطور اگه من وارد قسمت اسکیل هام بشم کنار اون اسکیل هایی که من تاپ وایسشون رو توی لینکدین گرفتم برام نشان تاپ وایس نمایش داده میشه و خب حالا دارید میبینید همجوری که اسکرول میکنم میان پایین در حال حاضر من 6 تا تاپ وایس داخل لینکدین دارم و فکر میکنم میتونم بهتون یاد بدم که چطور شما هم اگه تا الان تاپ وایس رو نگرفتین بتونید این کار رو بکنید برای اینکه تو اون فیلدی که بهش علاقه داریم بتونیم بریم کانتریبیوت کنیم توی مقالات و نشان تاپ ویس رو به دست بیاریم کافیه که توی سرچ بارمون فیلدمون رو سرچ کنیم مثلا دیتا ساینس رو من سرچ میکنم خب من چون قبلا زیاد وارد این پیج شدم خب اولین نتیجه برام میارتش مهم اینه که شکل اون حالا پیجی که باز میکنید شبیه این چیزی باشه که اینجاست و کنارش زده باشه پیج بای لینکدین اسکیل پیج خب من بازش میکنم خب اومد من ویو پیج رو میزنم خب برام لیستی از حالا اون مطالب مقاله هایی که من میتونم توشون کانتریبیوت کنم و ممکنه برام جالب باشه رو میاره هر کدومو که بخواید میتونید انتخاب کنید من یه دونه رو همینجوری انتخاب میکنم خب اینجا حالا چون من تاپ رو دارم یکم مسئله برام فرق میکنه مثلا بهم زده که شما اون حالا کانتریبیوتراتون کانتریبیوشن هاتون مثلا تو یک درصد کوالیتی بالاست مثلا خب ولی برای شما احتمالا مثلا اینجا میزنه که شما باید سه تا یا بیشتر کانتریبیوت با کیفیت بالا داشته باشید خب در صورت اینجا سوالی که شما باید بهش پاسخ بدید رو آورده و اومده داخل سه تا گام بهتون توضیحات بیشتری رو داده خود لینکدین که یه حالا اطلاعات اولیه باشه و بعد شما بیاید و حالا کنار اونها اون چیزی رو که اون اطلاعات و دانشی که دارید رو به اشتراک بذارید خب هر کدوم از این قسمت ها رو که بخواید میتونید انتخاب کنید و روی ادریور پرسپکتیو بزنید و حالا بیایید و اون کامنت یا نظر خودتون رو تایپ کنید خب اگه دقت کنید فقط هم 750 تا کارکتر میتونید اینجا تایپ کنید به این دقت کنید و بعد از اینکه یه تعدادی کانتریبیوت زدید اون کانتریبیوت هاتون از طرف لینکدین با کیفیت تشخیص داده شدن و حالا بقیه یعنی دوستاتون یا افرادی که کلا تو سطح لینکدین هستن بهتون این سایت فول زیادی دادن لایک like کردن و چیزای این شکلی بعد از این مدتی اون بجت تاپ رو شما میتونید دریافت کنید و اعتبارش هم 60 روزه یعنی تا 60 روز شما اون رو دارید اگر فعالیتتون همچنان مستدام و با کیفیت خوبی باشه خب همینطور میتونید همینطور میتونید توی بخشی از لینکدین لیست کل موضوعاتی که حالا براشون کانتریبیوت هست رو پیدا کنید خب اما یه نکته ای که هست و خیلی مهمه چون اینا موضوع بندی ممکنه خب توی انجامن های مختلفی توی پیج های مختلفی توی اسکیل های مختلفی بیان شده باشن طراحی شده باشن خب همیشه حواستون باشه بیاید حالا انتهای اون مقالتون انجامنتون رو چک کنید و بعد, و بعد اون نظرتون رو به اشتراک بذارید حالا چرا؟ چون که شما باید سه تا یا بیشتر کانتریبیوت توی یک اسکیل یا موضوع داشته باشید که تاپ بویس اون موضوع رو بگیرید پس این خیلی مهمه حواستون باشه که مثلا سه تا الان اگه میخواید دیتا ساینس رو بگیرید حتما سه تا یا بیشتر کانتریبیوت داشته باشید توی دیتا ساینس خب و این خیلی مهمه بنابراین شما اینجا میتونید لیست همه ها رو ببینید ولی ممکنه از انجامن های مختلف باشه مثلا این ای بی تستینگ رو با هم دیگه ببینیم خب مثلا من اولیش رو باز میکنم دومی رو هم باز میکنم خب اگر نگاه کنید انتهای مثلا اولین حالا چی زده ای بی تستینگ خب انتهای دومی هم مثلا زده ای بی تستینگ بنابراین شما مثلا همینجور میتونید چک کنید سه تا از مورد علاقاتتون رو پیدا کنید توی این حالا انجام ای بی تستینگ و نظراتتون شیر کنید تا این اسکیل رو تاپ ویسش رو بگیرید خیلی هم عالی خب حالا اگر شما از طرف لینکدین دسترسی یا اجازه کانتریبیوت کردن توی آرتیکل ها رو نداشتید باید چیکار کنید بیاد حالا اون قسمت پایین پیج لینکدینتون و روی کوسشن بزنید که میره داخل هلپ سنتر لینکدین خب و از پایین کانتکت آس رو بزنید خب حالا من قبلا یه چیزی رو ثبت کردم اونو اول داره برام نشون میده من اون contact us about something else رو میزنم ممکنه برای شما مستقیم وارد حالا صفحه و بعد من create a support رو میزنم من اینجا آدر رو انتخاب میکنم چون مشکلم چیز دیگه ایه و دوباره create a support رو میزنم خب فرم رو پر میکنم و اینجا اینکه حالا زده یور کوشن میام مشکلم رو می و میگم که خب میگم که خب من یه فردی هستم که مشتاقم داخل مقاله های لینکدین مشارکت کنم مثلا یه فیلد خاصی هم میزنم می, می مثلا مثلا دوستم توی دیتا ساینس و مثلا آرتیفیشیل اینتلیجنس فعالیت کنم لطفا این دسترسی رو به من بدین خب و بعد هم پشتیبانی به شما پاسخ رو میده و دسترسیتون به احتمال خیلی زیاد باز میشه همین و اگه حالا دسترسی نداشته سعی کنید کمی توی مدت اون حالا فعالیتتون سطح فعالیتتون رو توی لینکدین ببرید بالا که این دسترسی بهتون داده بشه امیدوارم که همیشه خوش بدرخشید تا درودی دیگر بدرود <تصوی> <تصوی> <تصوی>